اکادمی پلیس که اضافه تر 5000 محصل مصروف درس های نظامی بودند، بعد از تحولات اخیر در افغانستان اکنون در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. از جمع این 5000 محصل نظامی پلیس قرار بود 500 تن آنها در ماه آگوست سال جاری بعد از ختم درس های 4 ساله فارغ شوند و در نهادهای امنیتی جذب شوند، اما پس از آن که اداره حکومت افغانستان به دست امارت اسلامی درآمد، اکنون این مسئولان در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. موږ د درې ورځو کې چې فارغېدو تر 500 پورې محصلین څلور کال زده کړو وروسته فارغېدو، په شپږ ورشتو کې چې ترافیک و مخابره و لوجستیک و امنی و جنایي و سرحدي و د 500 څخه فارغېدو په اوو مسلکو کې دا څلور کاله چې موږ ډېر مشکلات سره مخولو. یوازې دا نه و چې هلته د ډوډۍ مشکل و، د استادانو مشکل و، د اوبو سره موږ مشکل درلوده، او نور شپه ورځ موږ ګزمې کولې، پیرېم درلودلې، خانخوبیم تېره کړې ده، او موږ غواړو چې دغه خپل زحمات یو لاسته راوړنه ولرو. این مسئلان نظامی میگویند که در مدت 4 سال هر کدامشان 95 جلد کتاب نظامی را خواندند و به گونه مسلکی درس های نظامی را فرا گرفتند. آنان اکنون از امارات اسلامی میخواهند که نگذارند تحصیل آنها نادیده گرفته شود و باید شامل بخش های نظامی کشور در آینده شوند. نمایندگی راغلی سی آیا مکتب دې دولت کې ځای ستکه نسته، کدا چې زموږ په ځای راغلي نو مکتب داسې منتظر نورم پاس کړو، قسم وخت منتظر پاس کړو، او کدا چې چې مکتب دولت چوکاټ کې مسته ځای نه نو بیا دې موږ پاتې کېدلو منتظر سره بیا پیدا دي. هدف مو خدمت به مردم و به وطن خویش هست. از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهشمندیم تا دوباره اکادمی پلیس به خاطر آموختن علم و تعلیم برای اکادمی محصلین اکادمی پلیس باز شود. در همین حال برخی از شهروندان کشور میگویند که امارات اسلامی از جوانانی که در افغانستان تحصیل کردند در بخش‌های مختلف کار بگیرند و نگذارند که در حالت بی‌سرنوشتی قرار بگیرند. در غیر آن بیشتر جوانانی که از پنتون‌های کشور از رشته‌های مختلف فارغ شدند کشور را ترک خواهند کرد. یا خوب ملامت نیستن سب، یا خوب بخاطر از یکی درس خواندن تحصیل کردن سب باتر سیا کسی که تحصیل کرده باید در جای تحصیل خود قرار بگیره. اینا باید در دولت کار کنن، وظیفه داشته باشن. یا خوب ملامت نیستن، حالا خود دولت سقوط کرد، باید دولت نو که امارات اسلامی آمده اینا رو برشون پس کار وظیفه شون درست مایه کنن. این در حال است که در سال جاری هزارها جوان بعد از سپری امتحان وارد پنتون‌های نظامی کشور شدند و مصروف درس خواندن بودند که اکنون در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند، اما تا اکنون امارات اسلامی در این مورد چیزی نگفته است.